سلام دوستان عزیز، رفقای گرامی، حالتون چطوره؟ خوبین؟ خسته نباشین. از مقدمه کم کنیم، سری بریم بقیه فصل ترمودینامیک رو با هم کار کنیم، چون میدونم منتظر این قسمت هستین. همه این قسمت ها برات کامل فرستاده شده و ضبط شده و الحمدلله خدا رو شکر. الان بازم داشتم اونجا تو سیستم بودیم، بچه از قسمت های قبلی خیلی خیلی راضی بودن. ما ترمودینامیک هم که تصمیم گرفتیم قرار بود اول ضبط نشه به خاطر زیغ وقت و به خاطر درخواست مکرر شما، برای بچه های ریاضی اینو جداگانه تو وسط گنجوندیم. بچه خوب من، ما جلسه میشه راجع به فرایند های ترمودینامیکی صحبت کردیم، هم حجم، هم فشار، هم دما و بی در رو. گفتم اینا رو کامل بخون، به اندازه کافی با هم بحث کردیم. امروز بچه میخوایم راجع به چرخه صحبت کنیم. وقتی یک فرایند گازی شکل چند فرایند رو پشت سرم انجام میده به حالت قبلی خودش برمیگرده، به این میگن چرخه. اگر چند تا فرایند پشت سرم انجام بده به حالت قبلی خودش برگرده، به این فرایند میگن فرایند چرخه‌ای. اوکی شد؟ تو فرایند چرخه‌ای بچه یک سیستمی در تغییر حالت‌های مختلف شرکت میکنه، تغییر فاز میده. حالا ما مثلا تو ماشین بخار، آب به بخار، بخار به آب، تو یخچالم همینطور، ولی آخرش به حالت اولی خودش برمیگرده. تو این تغییر فازها از جامد، از مایع به گاز، گاز به مایع، کار میگیره، گرما میده، انرژی میده و میگیره، ولی آخرش بازم میگم به حالت قبلی خودش برمیگرده. حالا تو فرآیندهای چرخه تغییر انرژی درونی کل صفره، چون بچه اومده به اون حالت اولی خودش رسیده، به همون فشار، دما و حجم اولی خودش رسیده. و چون دمای کلش تغییر نکرده، پس انرژی درونیش تغییر نکرده. کار انجام شده در داخل در کل چرخه قرینه همان. چرا؟ شما می‌بینید دلتا یو کل صفره. دلتا یو صفر باشه، کیو به اضافه دبلیو صفره. پس کیو کل برابر با قرینه دبلیو کل. مثلا در کل 1000 جول گرما دادیم، 1000 جول گرما کار گرفتیم. این میشه برای مثلا ماشین گرمایی. یخچال برعکسه، کار میدی گرما میگیری توی چرخه، که راجع به این میخوایم صحبت بکنیم. در هر چرخه بچه شما نمودار پیوی داشته باشی، مساحت داخل چرخه، مساحت داخل چرخه، حالا هر شکلی باشه، من دایره کشتم، حالا هر شکلی هر شکلی میخواد باشه، مساحت داخل چرخه با کار برابره. فقط حواست باشه بچه شما این چرخه یا ساعت گرده یا پاد ساعت کرده. اگر ساعت گرد باشه کار مثبت، این برای بچه یخچالته، یخچال کار مثبت، کار انجام شده، این برای یخچاله، یخچال ها بچه ساعت گرده، اینجا کار منفیه، برام چیه؟ ماشین. اوکی شد؟ پس بچه اگر پاد ساعت کرد باشه کار، اما اینجا علامت رو میگم، آقای ماشین چرا اشتباه داره میشه؟ پاد ساعت کرد باشه، آقا ساعت کرد باشه کار منفیه، پاد ساعت کرد باشه کار چیه؟ مثبت. خب بچه ساعت کرد، پس اینجا اشتباه جا به جا نوشته، این برای ماشین گرماییه، این برای ماشین گرماییه، این برای بچه چیه؟ یخچال. اوکی شد؟ پس اگر فرایند ما کاملا درسته، اگر فرایند ما بچه ساعت گرد باشه، ساعت گرد باشه کار منفیه، برای من ماشین گرماییه، اگه پاد ساعت گرد باشه کار مثبت، یخچال. اوکی شد؟ من ببین وقتی اینو تصور میکنم راحت اونا رو تو ذهن خودم تجزیه و تحلیل میکنم. چرا؟ چون یاد گرفتم که چه خبره. تو ماشین گرمایی بچه ماشین گرمایی محیط بیرون کار انجام میده، پس کارش باید منفی باشه. توی یخچال ما رو ما سیستم کار انجام میدیم، پس کار باید مثبت باشه. اوکی شد؟ پس الان شد. خب حالا ماشین گرمایی بچه، ماشین های گرمایی ما وسایلی هستن که با برخی از فرآیندها، بچه نگاه کن، بذار چرخه رو اینجا چند تا مثال از چرخه حل کنی،
بعد یه دفعه بیایم اینجا، بعد ماشین گرمایی رو کامل بگیم. یه چرخه ترمودینامیکی داریم به این صورت. بچه این ساعت کرده. این چیه بچه؟ برای ما یه ماشین گرم. حالا از من نخواسته، از اینا رو از شما نمیخواد. من اونا رو اضافه نوشته، ولی من میدونم این ماشین گرماییه. چرا؟ چون اینجا انجام کاره. کار انجام شده. کار حجم گاز زیاد شده. منبسط شده. در انبساط مقداری از انرژی درونی به انرژی مکانیکی تبدیل میشه. خب اینا رو من وقت تجزیه و تحلیل میکنم، دیگه هر چی جلوی من بذارن جواب میدم. خب چون فهمیدم اینجا چه خبره، دیگه اون برای یه لحظه جا به جا نوشتم، بلکه تجسم کردن درست شد. خب بچه یه لحظه نگاه کن. حالا بیاین فرایند آبه، یه فرایند هم حجمه، فرایند سه به هم فشار، فرایند بیسه رو نمیدونم، یا همدماس یا بیدر رو. اینجا چی گفته؟ بیسه گفته بیدر رو. خودش باید به من بگه. ولی اگر بچه دو تا کنار هم داشته باشیم، جلسه قبل گفتم اونو که شیبش بیشتره، تغییر فشارش بیشتره، بیدر روه. اینجا بهت گفته خب بچه فرایند آبه، فرایند آبه گفته که بچه افزایش کاهش بدون دما. بچه فرایند آبه یه فرایند هم حجمه. در فرایند هم حجم خودت میدونی فشار با دما رابطه مستقیم. فشار زیاد شده، پس دما هم چی میشه؟ دما هم زیاد میشه. اینا رو بچه ها بنویسیم. حجمش هم که چیه؟ ثابته. فشارت هم چی شده؟ فشارت هم زیاد شده. فرایند بسه یه فرایند بچه ها بیدر روه. حجم فشار کم شده، حجم زیاد شده. خب بچه ها وقتی حجم زیاد میشه کار منفیه، کار منفی باشه دلتایو هم منفیه، پس دما کم میشه. اینجوری نمیتونی بگی اسپری که جلسه پیش گفتم یادت باشه، اسپری به خودت میزنی سرد میشه. پس بچه چی داری؟ کاهش دما داری. بذار اینجوری بنویسم بچه انبساط بیدر رو چی داری؟ افزایش حجم داری. افزایش حجمت با چی هم راهه؟ با کاهش فشار و دما همراه است. پس انبساط بیدر رو افزایش حجمت با کاهش فشار و دما همراه. تراکم بیدر رو برعکس. دیگه هیچ کدوم ثابت نیسته. بچه بیسه مشخصه. بیسه داره چی میشه؟ افزایش حجم داریم. فشارت هم داره چی میشه؟ کاهش پیدا میکنه. سه آ بچه یه فراینده هم فشاره. حجم با دما رابطه مستقیم داره. حجم کم شده، پس دما بچه چی میشه؟ کاهش میشه. سه آ نگاه کن، فرایند هم فشاره، حجم با دما رابطه مستقیم داره، حجم کم میشه، دما هم کم میشه. حجمت هم چیکار کرده؟ کاهش پیدا کرده. فشارت هم واسط ثابت. اونا رو درست جا خالی گذاشته واسه امتحان، ولی ما همش رو پر کرد. گفته در نمودار پیتی شکل ما مربوط یک گاز کامل، خانه های خواهی رو بازم بچه ها پر کنیم. من رو نگاه کنیم اینجا بچه ها یه فرایند چی دارم؟ فرایند بسه همدماست. این برای من فرایند همفشاره. این برای من فرایند همحجمه. دما ثابت، فشار ثابت، حجم ثابت. در فرایند همحجم پی با تی رابطه مستقیم داره. در فرایند اندما پی با وی رابطه عکس داره. تو فرایند هم فشار وی با تی رابطه مستقیم. گفتم جلسه پیشو خوب بخون. اوکی، اینا رو همشو جلسه قبل گفتم. وقتی من اینا رو بردم همشو توی چرخه یه جا از من خواسته دیگه. خب بچه بریم جلو. خب فرایند آبه، فرایند آبه هم حجمه. پس بچه کار چقدره؟ صفره. درسته. فرایند هم حجمه. در فرایند هم حجم بچه حجم تغییر نکرده، پس کاری انجام نشده. خب آبه بود دیگه، آبه. درسته. دما زیاد شده. دما مگه زیاد نشده؟ پس دلتا تی بچه چیه واسط؟ مثبته. دلتا تی مثبت باشه کیوت هم چی میشه؟ کیوت هم واسط مثبته. درسته یا نه؟ وقتی بچه در فرایند هم حجم مگه دلتا یو کیو به اضافه دبلیو نیست؟ دبلیو صفره. وقتی بچه حد دما زیاد میشه، دلتا یو زیاد میشه، کیو هم باید داده باشه دیگه. پس کیو واسط مثبته، یعنی گرما گرفته که دلتا یو زیاد شده. اوکی شو. پس اینم واسط چیه؟ مثبت.
فرایند بسه یه فرایند همدماست. بچه تو فرایند همدما فشار با حجم رابطه عکس داره. اینجا فشار چی شده؟ کم شده. پس حجمش چی شده؟ زیاد شده. پس کار واسط منفیه. اوکی شو؟ انبساط همدماست. فشار کم بشه، حجم زیاد میشه. انبساط همدما دقت کن. کیوه چیه؟ بچه کار در فرآیند همدما و کیو و دبلیو عکس همن. دلتا یو صفره. دبلیو وقتی منفی باشه، کیو چیه؟ مثبته. همشو داریم مینویسیم. دلتا تی هم که بچه چقدره؟ صفر. فرآیند سه آ فرآیند همفشاره. بچه دما کم شده. در فرآیند همفشار دما و حجم با هم رابطه مستقیم داره. دما کم بشه دلتا تی چیه؟ منفیه. پس دلتا یو هم منفیه. پس کیو واسط منفیه، دبلیو واسط مثبته. چرا؟ بچه مگه دما کم نشده؟ پس حجمم چی میشه؟ کم میشه. دما کم بشه حجمم کم میشه. این واسه من چی میشه؟ این واسه من میشه تراکم همفشار. بچه خیلی اینا مهمنا، یعنی مفهوم کامل، یعنی باید بفهمی اینجا چه اتفاقی افتاده که اشتباه نکنی. تراکم کار مثبت، کار مثبت باشه دبل کیو منفیه. من جلسه پیش گفتم در فرآیند همفشار کیو از دبلیو همواره بیشتره و همواره بچه کیو و دبلیو چیه؟ یادت باشه مختلف العلامه هستند، یعنی علامتشون عکس همه. تو این سوال گفته یک گاز کامل دو اتمی چرخه رو مطابق شکل پی میکنه. دمای گاز در حالت یک 200 کلوین 200 کلوین، خب 200 کلوین است. خب دمای سه تا نقطه دیگر رو مشخص کن. آقا دما در نقطه یک چقدره؟ 200ه. منو نگاه کن، برای این می نویسم بچه اینجا یک تا دو، مگه فرایند هم دما نیست؟ آقا در فرایند هم حجمه، ببخشید فرایند هم حجمه، فشار با دما رابطه مستقیم داره. آقا چی رو میخوام بنویسم؟ یک دو رو مینویسم. یک دو فرایند چی داری؟ هم حجم داری. فرایند هم حجم فشار با دما رابطه مستقیم داره. آقا فشار چند برابر شده؟ 3 برابر شده. پس دما باید چند برابر بشه؟ 3 برابر. یه کامل نمینویسم، خواستی عدد گذاری کن. مگه فشار از 1 به 3 نرسیده؟ 3 اتمسفر شده. 1 اتمسفر شده 3 اتمسفر. فشار 3 برابر، دمام 3 برابر. پس دما در نقطه 2 من چقدر؟ 300. اوکی شد. دمای سگانه بچه برای چی می بنویسیم؟ برای 2-3 می نویسم. 2-3 چیه؟ هم فشاره. بچه فرایند هم فشار حجم با دما رابطه مستقیم. V3 به V2 برابر با T3 به T2. 2 به 3 رفته. اینجوری می نویسم. بازم حجم از 1 به 300 رسته. چند برابر شده؟ 3 برابر شده. پس بچه تیسه من چقدره؟ 900. تیسه من چقدر شد؟ 900 شد. حالا بچه برای چی می نویسیم؟ 3-4 می نویسیم. 3-4 هم حجمه. درسته یا نه؟ هم حجمه. فشار با دما رابطه مستقیم. بچه دیگه ننویسم. مگه 1/3 نشده؟ اونم میشه 1/3. پس P4 من، نگاه کن، P4 من اینجوری هم میتونی به ذهنی اینجوری هر میکنی، میگه P4 من 1/3 P3. پس T3 من 1/3 T3 خواهد بود، میشه چقدر؟ 300. خب اینجا هم که چقدر؟ صفر دیگه. ببخشید همون 200ه. اوکی شد بچه. یه لحظه، این 200 بوده، ما 3 برابر کردیم، عوض میخوام ضرب در 3 کردم 100. خب بچه این 200ه. دما در نقطه 2 200ه. بذار همش رو پاکش کنی. خب این درستش کنم. خب بچه دما مگه اینجا من اینجا 100 دیدم ضرب در 3 کردم. دما در اینجا مگه 200 نیست؟ 3 برابر میکنه میشه چقدر؟ 600. اینجا دما چقدره؟ 600. حجم اینجا 3 برابر اینجا، دمای اینجا 3 برابر اینجا، میشه 1800. فشار اینجا بچه فرایند هم حجمه، فشار با دما رابطه مستقیم، از 3 به 4 میایی، فشار 1/3 شده، دمام 1/3 میشه 600.
خب اینجا هم که برمیگرده میشه 200، پس به دمای اولیه رسید شد 200، دو بار سه برابر شده، دو بار هم یک سوم میشه همون 200. اوکی شد؟ کار انجام شده در این چرخه. بچه کار انجام شده مساحت داخل نمودار رو پیدا میکنی، برای بی اس رو پیدا میکنی، قاعده ضرب در ارتفاع، طول ضرب در عرض، بچه 200 ضرب در 1، درسته یا نه؟ این فقط این حواست باشه، بر حسب لیتر، این بر حسب اتمسفره، میشه 2 ضرب در 10 به توان 5، 200 ضرب در 10 به توان منفی 3. اسم من برابر با کار انجام شده است، 2 ضرب در 2 میشه 4، 2 تا صفر اینجا داری میشه، درست شد بچه؟ این 200 بود دیگه، آره 200، این میشه 10 به توان منفی 1، میشه 10 به توان منفی 4، ببخشید مثبت 4، 10 به توان مثبت 4 ژول. اوکی شد یا نه؟ این با این میشه 7، 7 و منفی 3 میشه 4. پس بچه مساحت داخل نمودار رو پیدا کردم، دقت کردی چی شد؟ مساحت داخل نمودار رو پیدا کردم، 100 تا 300 میشه 200، 1 تا 3 میشه 2، 2 ضرب در 200، یه مثبت 5 اینجا دارم، یه منفی 3 اینجا دارم، تمام. خب حالا بچه بریم رو علامتش، ننویسی همینجور بمونه، این ساعت کرده، وقتی ساعت کرده کار منفیه، پس اینجا ما چی بذاری؟ منفی بذاری، منفیشو خودت باید بذاری، ساعت کرد کار منفیه، برای ماشینای گرمایی، ماشینای گرمایی رو محیط کار انجام میدن، پس کار چیه؟ منفیه. خب در چه فرایندی گرما گرفته شده؟ خب بچه در چه فرایندهایی گرما گرفته شده؟ خب مشخصه دیگه، گرما گاز گرما گرفته، 1 2 و 1 3، اینجا بچه کیو مثبته، فرایند 1 2 برای قسمت پ، فرایند 1 به 2 و فرایند 2 به 3، بچه چی شده؟ گرما گرفته شده. در چه فرایند های گرما داده شده؟ 3 به 4 4 به 1، گرما گرفته، فشارش زیاد شده، گرما گرفته، حجمش زیاد شده، گرما از دست داده، فشار و حجمش کم شد. شکل روبروی یه چرخه بهت داده، خب بچه تو این چرخه تعیین کنید گاز در این چرخه گرما گرفته یا داده. بچه نگاه کنید، در یه چرخه گفتیم دلتا یو چیه؟ صفره، پس گفتیم دبلیو و کیو عکس همه، مگه این ساعتگرد نیست؟ چون ساعتگرده بچه دبلیو برای من منفیه، پس کیو واسه من مثبته، پس گرما چی میشه؟ گرما گرفته. اوکی شد؟ گرما گرفته، چرا؟ چون چرخه ساعت کرده، وقتی چرخه ساعت کرده یعنی کار باید منفی باشه، توی چرخه کامل دلتا یو صفره، پس کیو باید مثبت باشه، گرفته. اگر مقدار گرمای مبادله در این چرخه 400 ژول باشه، کار انجام شده بچه همون 400 دیگه، اینا قرینه هم نیست، کار انجام شده روی گاز، درست میشه چقدر؟ منفی 400، درسته؟ پس دبلیو میشه چقدر؟ منفی 400، چون روی گاز خواسته دبلی رو خواسته، اگر گاز رو محیط خواسته بود مثبت 400 مینوشت. در چرخه مقابل فرایند 3 آبی در رو جاهای خالی رو بچه بازم چکار کنیم؟ پر کنیم، کاهش افزایش ثابت. فرایند آب یه فرایند بازم می‌نویسم هم فشار، فرایند به 3 یه فرایند هم حجم، اینم برای من چیه؟ بی در رو. بچه اینجا چی داری؟ اینجا انبساط هم فشار داری، انبساط هم فشار کیو خودت میدونی مثبت، دبلیو واسط منفیه، کیو از دبلیو بیشتره، پس دلتا یو مثبته، پس دلتا تی هم مثبته، یعنی بچه ها شما انرژی درونیت زیاد شده، دمات هم چی شده؟ زیاد شده. اینا بچه چیزی هستن که باید بلد باشی اگر میخوای ترمودینامیک 3 تا تست تو کنکور بزنی، باید اینا رو خوب بلدی که بهت گفتم. حالا اینجا نگاه، تو قسمت قبلی بهت گفتم توی کلاس کنکور، ویدیویی که واسه کنکور ضرب کردیم به اندازه کافی اینا صحبت شد، تستای مختلف حل کردم اونجا. خب حالا شما در همین حد بلد باشی کافیه. بچه فرایند آب فشار چیه؟ ثابت. اون که تو امتحان ازت میخواد خیلی مختصر و ساده است. حجمش چی شده؟ زیاد شده، تمام شد. انرژی درونی ببین ازت نخواسته، ولی من میدونم انرژی درونی منم چی شده؟ زیاد شد. فرایند به 3 فرایند هم حجمه،
خب بچه حجم چیه؟ ثابته. فشار چی شده؟ کم شده. نگاه کن تو رو سوال امتحانیته، مشخص حجم کم شده. خب انرژی درونی بچه حجم کم به فرایند هم حجمه. فشار با دما رابطه چی داره؟ مستقیم داره. وقتی فشار کم میشه دما هم کم میشه، پس انرژی درونی هم چی میشه؟ کم میشه، یعنی کاهش پیدا کرده، درسته؟ پس انرژی درونی هم چیه؟ کاهش. حالا گفته کلمه خودشو بنویسیم. سه آ، یک فرایند بی دروه مشخص، حجم کم شده، فشار زیاد شده، حجم چیه؟ کاهش. من اینجا یه تراکم بی دروه دارم. تراکم بی دروه گفتیم با افزایش دماست، چون توی تراکم کار مثبته، دلتا یو هم با کار برابره، کار مثبت باشه دلتا یو هم مثبته، پس چی داری؟ افزایش داری. خب بریم برای بچه ماشینا یک گرمایی. خب ماشین های گرمایی که مشخصه، ماشین هایی هستن که بچه ها توی فعالیت فرایند های ترمودینامیکی شرکت میکنن، گرما رو میگیرن به کار تبدیل میکنن. ماشین گرمایی گرما رو میگیره به کار تبدیل میکنه. ماشین های گرمایی دو دسته، تو کتاب شما خیلی خلاصه صحبت کرده، ماشین های گرمایی برونسوز و درونسوز. توی برونسوز گرما خارجه موتور انجام میشه، گرما از بیرون میاد. در اون سوز مشخص احتراق و تولید گرما داخل خود موتوره. برون سوز از بیرونه، مثلا سیستم شما با یه کوره خارج در تماس، گرما رو از بیرون میگیره. ولی ماشین در اون سوز مثل ماشینای بنزین اینا که همه جا هست، احتراق و تولید گرما داخل سیلندر انجام میشه. شم جرقه میزنه، بنزین میسوزه و گرما تولید میشه. خب گفتم ماشین های درونسوز مثل سواری هواپیما، کشتی ها، ماشین های برونسوز مثل ماشین بخار، استرلینگ و ایناست. خب بچه ماشین بخار به چه صورتیه؟ نگاه کن یه شکل خیلی ساده واسه اینجا کشیدم. خب بچه چه اتفاق میفته؟ شما یه دیگه بخار داری، ماده کاری تو ماشین بخارشون، بچه زیاد کتاب صحبت نکرده ولی یه شکل ساده واسه آوردم که علامت های سوال رو واسه پاک بکنم. یه دیگه بخار داره که کنار یه منبع آب داره که کنار دیگه بخاری همون چی کوره قرار گرفت. آب اینجا بخار میشه با فشار زیاد. بچه میاد اینجا، شما یه شیر ورودی داری یه شیر خروجی. این شیر یه طرفه، از یه طرف میاد از طرف دیگه بر نمیگرده. شیر ورودی و خروجی یه طرفه هستن. خب اینجا که بخار زیاد میشه میاد با فشار وارد اینجا میشه، سیلندر رو پیستون رو به سمت جلو هل میده. وقتی این پیستون رو بچه به سمت جلو هل میده این کار انجام میشه. اینجا چیه؟ اینجا انجام کاره، اینجا مرحله انجام کاره، درست شد؟ این پیستون رو به سمت جلو هل میده. بچه اینو طوری طراحی کردن که این وقتی به انتها میرسه پیستون، این دور میزنه و بر میگرده. موقع برگشتن بچه ما اینجا چی داریم؟ حواست باشه من اینجا یه انبساط بی در رو دارم. حالا خیلی بیشتر از کتاب توضیح بدیم. این بخار آب با فشار و دمای زیاد وارد سیلندر میشه. وارد سیلندر یه انبساط بی در رو داره. وقتی انبساط بی در رو داره گفتم افزایش حجم با کاهش فشار و دما. خب بچه ها فشار و دما کم میشه. وقتی فشار و دما کم میشه این میتونه چرخ اینو برگردونه. قبول داری یا نه؟ یه گاز با دمای زیاد با فشار زیاد وارد سیلندر شد، پیستون رو هل داد. یه تر انبساط بیدر رو، افزایش حجم با کاهش فشار و دما. فشار و دما شدیدن افت پیدا میکنه. واسه این وقتی این چرخ برمیگرده راحت پیستون رو به سمت راست هل میده. وقتی به سمت راست من یا چپ شما هل میده این گاز برمیگرده اینجا. یه گاز چی داری؟ بچه گاز فشار بالا و دما و فشار بالا وارد میشه. موقع خروج چی داری؟ فشار و دمای کم خارج میشه، میاد تو چگالنده. چگالنده اینجا سردش میکنه، سردش میکنه، به آب تبدیل میشه، بعد با پمپ یا تلمبه بازم اینجا میچرخه. به همین زمینم هم شکلشه. بچه ها حواست باشه ماشین های گرمای ما کلن اینه، بین یه منبع با دمای بالا و یه منبع با دمای سر، بین اینا کار میکنه. از منبع گرم گرما رو میگیره، درست شد؟ این گرما رو که میگیره یه مقداری کار انجام میده،
بقیهش رو بچه چیکار میکنه؟ به منبع با دمای پایین. حالا تو کتاب شما جدیدن با ال نشون داده، حالا قبلا سی بود، سرد و گرم، حالا با ال نشون داده دمای پایین، دمای بالا، دمای پایین. اوکی شد. پس ماشین گرمای کلن اینه، تمام ماشین های گرمای ما بین یه منبع با دمای بالا و منبع با دمای پایین. منبع یعنی چی؟ یعنی دماش باید ثابت بمونه، یعنی با دادن و گرفتن گرما دماش تغییری نمیکنه. از منبع گرم گرما رو میگیره، یه مقدار کار انجام میده، بقیهش رو به بیرون پس میده. ماشین های گرمای درون سوزن، بچه شما سه تا شش تا حالت داری: مکش، تراکم، انفجار، تخلیه. بچه در از چهار تاستا بهش میگم موتورهای چهار زمانه، ولی دو تا از اینا بچه به چی؟ با ضربه، یعنی با حرکت پیستون انجام میشه. اون مراحلی که با حرکت پیستون انجام میشه بهش میگن ضربه. درست شد؟ شما بچه یه افزایش فشار مثلا تو تخلیه یه بار خود به خود انجام میشه، یه بار با پیستون انجام میشه. کتابت اومده اینو به 6 تا مرحله نوشته، ولی در اصل بچه این 4 تاست: مکش، تراکم، انفجار و تخلیه. اوکی شد؟ بهش میگم موتورهای 4 زمانه. شما موتورهای قدیمی مثلا برای موتورسیکلت تا 2 زمانه بود، برای ماشینا 4 زمانه است. حالا به این صورت. خب بچه نگاه کن، دو تا ضربه داره دیگه. خب به چه صورت میشه؟ ضربه مکش، ضربه تراکم. بچه منو نگاه کنه، این شکلته. بذار اینو واسه توضیح بدم که چه اتفاق میفته. بچه شما یه پیستون داری، این پیستون دو تا سوپاپ داره، یه سوپاپ. الان که موتورا مثلا هر سیلند 4 تا سوپاپ داره، مثلا 4 سیلند 16 سوپاپ. حالا این قدیمیه دیگه، دو تا سوپاپ داره، یکی از سوپاپات ورودی، یکی از سوپاپات چیه خروجی. این واسه هم که شم داری، این پیستون هم که بالا پایین میشه. اوکی بچه، اینو از بالا در نظر بگیر. اون مکشی که داریم میگیم بچه، مکشی که اینجا دارم میگم، اینو دارم میگم ضربه مکش. درست شد؟ خب بچه نگاه کن، این گفتیم باز اون حالتایی که با حرکت پیستون همراه بهش میگن ضربه. خب شما چی داری؟ این پیستون این بالاست. خب بچه این سوپاپ باز میشه، این پیستون میاد پایین. وقتی میاد پایین مکش میکنه، یعنی هوا و بنزین رو میکشه تو. خب بچه این حالته، گفتم موتورهای قدیمی رو واسه کردم، موتورها دیگه انژکتوری با سیستم برقی بنزین رو پودر میکنه داخل سیلندر. ولی ماشینای قدیمی یکی کاربرات بودن، بنزین توی مخزنی بود، این پیستون که میکشید پایین بنزین و هوا رو مثل سوراخ میکشید تو. اینو داریم صحبت میکنیم. پس چی داریم؟ مکش داری. درست شد؟ مکش ضربه. خب بچه این اومد پایین، بعد این سوپاپ چی میشه؟ بسته میشه. نگاه کن، این سوپاپ باز میشه، میشه مکش، مکش ضربه. کتاب اسمش گذاشته ضربه، مکش. این چی میشه؟ بسته میشه. تراکم، تراکم ضربه. گفتم حرکت پیستون یه ضربه بهش اضافه کن، مکش ضربه، تراکم. من گفتم مکش، تراکم، انفجار، تخلیه. اوکی شد؟ مکش، تراکم، انفجار، تخلیه. این 4 زمان است. حالا کتاب شما اینجوری گفته، شما که اینو باز میکنیم میشه مکش ضربه، چون پیستون داره حرکت میکنه. خب بچه این پیستون بسته میشه، این میشه تراکم. بچه تراکم بیدرروه، تراکم بیدرروه با چی همراهه؟ کاهش فشار با افزایش، ببخشید، کاهش حجم با افزایش فشار و دما. حجم گاز کاهش پیدا میکنه، حجم گاز وقتی سریعا کاهش پیدا میکنه، دما و فشار شدیداً افزایش پیدا میکنه. اوکی شد؟ حالا بچه اینجا چه اتفاق میفته؟ تو همین حالت که یه سوخت با فشار بالا و دمای بالا دارم، آماده انفجاره، آماده آتش گرفتن. این شمع اینجا جرقه میزنه، این شمع که اینجا گذاشته، این شمع این وسط، نگاه کن، جرقه میزنه. بچه فشار و دما شدیداً افزایش پیدا میکنه، فشار و دما که شدیداً افزایش پیدا میکنه، افزایش فشاره. بعد بچه چی میشه؟ انبساط ضربه. این همون انجام کار است، این گازی که اینجا دماش زیاد شده اینو هول میده پایین. وقتی هول میده پایین میلنگینا وسته کار انجام میده. بعد این یکی سوپاپ باز میشه، مقداری از گاز خود به خود خارج میشه، میشه تخلیه. اینم میشه تخلیه ضربه. بچه نگاه کنیم، مکش ضربه، این بسته میشه، تراکم ضربه، انفجار، افزایش فشار. درست شد؟ انبساط ضربه، این باز میشه، تخلیه، تخلیه ضربه.
پس در کل میگیم مکش، تراکم، انفجار، تخلیه. اینه دیگه. اینجا بچه این پیستون کجا، از کجا شروع کنیم؟ از اینجا. آره این پیستون بالاست، این وقتی میاد پایین این سوپاپ بازه میکشه پایین، این سوپاپ بسته میشه، این میره بالا، تراکم ضربه. اینجا چیکار میکنه بچه؟ آتیش میگیره، شم جرقه میزنه، این آتیش میگیره، فشار و دما شدیداً افزایش پیدا میکنه، اینو با فشار هول میده پایین. انبساط بیدر رو داری، انبساط بیدر رو سیستم رو محیط کار انجام میده، کارم منفیه، خب میشه ضربه قدرت یا انجام کار. این بچه پیستون وقتی باز میشه یه مقدار خودش تخلیه میشه، بعد که این بقیهش رو این تخلیه میکنه. برای هر ماشین گرمایی هم که شما این شکل رو دارید، هر ماشین گرمایی گرما رو از محیط بیرون میگیره، مقدار کار انجام میده، بقیهش هم به محیط بیرون میده. پس ما میتونیم بنویسیم QH از نظر عددی W به اضافه چیه؟ QC یا همون QL. درسته؟ QL. اینو گرفته مثبت، اینا رو داده منفی، برای ما قدر مطلق در نظر میگیریم. 1000 جول کار گرما گرفته، 200 جول کار انجام داده، 800 جول شده تلف شد. ماشین گرمایی دیگه. اوکی شد. حالا بچه این یه رابطته. یه رابطه هم چی؟ بازده رو میخوای حساب کنی. میخوای ببینی چه کسری از انرژی دریافتی رو به کار تبدیل کرده. اینو به این تقسیم میکنی میشه بازده. این ماشینی که من واسط نوشتم بازدهش 20%. 200 تقسیم بر 1000 میشه 2 دهم، ضرب در 100 میکنه میشه 20%. که اینا هم اینجا واسط نوشتم. نرو. خب بعضی موقع در میره. خب بچه‌ها نیا اینجا نوشتم. QH مساوی با QL به اضافه W، بازده تا میشه W بر روی QH، به جای W میشه QH منهای QL، به هم تقسیم میکنه میشه اینم بازده. قانون دوم ترمودینامیک بچه چی میگه؟ قانون دوم ترمودینامیک میگه هیچ ماشین گرمایی شما نمیتونی پیدا کنی که تمام گرمای دریافتی QH رو به W تبدیل کنه. حتما مقداری انرژی تلف شده داری، حتما مقداری از انرژی به محیط بیرون داده میشه. یعنی بازده هیچ ماشین گرمایی 100% نیست. قانون اول ترمودینامیک که گفتیم دلتا U Q به اضافه W. قانون دوم ترمودینامیک 2 تا بیان داره، بیان ماشین گرمایی، بیان یخچالی. بیان ماشین گرماییش میگه که هیچ ماشین گرمایی شما نداری که تمام گرمای دریافتی رو چکار کنه؟ به کار تبدیل کنه. حتما یه مقدار اینجا گرمای تلف شده داری، مقداری از انرژی به محیط بیرون داده میشود. یخچال هم که بچه ها برعکس ماشین گرماییه. یخچال بچه چجوری گرما رو از منبع سرد میگیره میده بیرون. شما آب رو داخل یخچال میذاری، گرما رو از داخل یخچال که سردتره میگیره میده بیرون. بچه نگاه کنیم، ما همیشه گفتیم که مثلا اینو رها میکنم میاد پایین، از انرژی بیشتر به کمتر، این خود به خودیه. شما هم که بچه از منبع دمای بالا به دمای پایین انتقال گرما خود به خود انجام میشه، وسط هم کار انجام میده، این ماشین گرمایی. از دمای بالا QH دم QH رو میگیره، به دمای پایین میره، گرما مقداری هم اون وسط کار انجام میده. ولی بچه من اگر بخوام از داخل یخچال کس خنک‌تر از بیرون گرما بگیرم، باید کار انجام بدم، خود به خود انجام نمیشه. این همون قانون دوم ترمودینامیک بیان یخچالشه. من وقتی آب و داخل یخچال میذارم، دمای یخچال من 5 درجه 4 درجه معمولا 3 تا 6 میذارن دیگه، حالا اینقدر، دمای بیرون 20-25 درجه است، بچه نمیشه ازش گرما گیره، پس باید کار انجام بده. برای یخچال اینه، شما منبع گرم گرما رو میگیری، از منبع دمای پایین گرما رو میگیری، برای گرفتن این باید چیکار کنی؟ مقداری هم کار انجام بشه، انرژی مصرف کنی، بقیهش داده میشه بیرون. بچه مثلا شما اینجا 800 جول انرژی گرفتی، 200 جول کار انجام میدی، 1000 جول میدی اینجا. پس بچه یاد باشه، بعضی از بچه مثلا سوال پرسته رو توی امتحان، آیا من با باز کردن در یخچال میتونم دمای اتاق رو کم کنم؟ نه، چون این یخچال داره برق انرژی مصرف میکنه، برق موتوره داره هی کار میکنه. از جلوی یخچال، شما که جلوی یخچال واسه استخونکی میکنی، این جلوی یخچال 800 جول گرما گرفته،
ولی بچه پشت یخچال هزار جور گرما میده بیرون، پس درست دمای اتاق رو داره زیاد میکنه. چجوری بچه ها کار میکنه؟ اینجا بر یخچال به این صورته، شما یه گاز داری، گاز میاد بچه اینجا چی میشه؟ متراکم میشه، تبدیل میشه به مایع. این وقتی گاز تبدیل به مایع میشه چیکار میکنه؟ گرما از دست میده. این پشت یخچال گرما میده بیرون، اینه. شما وقتی گاز رو به مایع تبدیل میخوای بکنی گرما از دست میده، مایع به گاز گرما میگیره، گاز به مایع گرما از دست میده. شما پشت یخچال وقتی بازم یخچال قدیمی رو داریم، میگیم یخچال قدیمی داشته باشه، پشتش از اینجور شبکه ها داشت، شما وقتی مایع رو گاز رو به مایع تبدیل میکنی پشت یخچال گرما به محیط بیرون داده میشه. حالا این مایع میاد داخل یخچال، وقتی داخل یخچال میشه بچه این مایع فراره، فشار کمه، انبساط میکنه. وقتی منبسط میشه انبساط بیدر رو داره، انبساط بیدر رو چیکار میکنه؟ گرما انجام میگیره. گرما رو بچه ها وقتی میگه گرمای داخل یخچال رو میگیره، وقتی گرمای داخل یخچال رو میگیره دمای اتاق بچه چی میشه؟ سرد میشه. دمای داخل یخچال سرد میشه، این گرمایی که میگیره بازم میاد داخل پشت یخچال متراکم میشه، گرما رو میده بیرون. این عمل ادامه پیدا میکنه. اوکی شد؟ در چگالندن برسید، این کمپرسور پشت یخچاله، گاز و مایع تبدیل میکنه، گرما از دست میده، میاد بچه داخل یخچال، این مایع ما تبدیل به گاز میشه، وقتی تبدیل به گاز میشه گرما رو میگیره، وقتی گرما رو میگیره یعنی تبخیر میشه، داخل یخچال رو چیکار میکنه؟ سرد میکنه و میره اونور. اوکی شد؟ این عمل همینجور ادامه پیدا میکنه. اون مایعی که بچه اون مایعی که داخل یخچال منبسط میشه، از من گفتم بیدرو، بیدرو نیست، چون اگه بیدرو باشه گرما نمیگیره، اون مایع اونجا داره تبخیر میشه. مایعی که وقتی میخواد تبخیر بشه گرما میگیره، پس بیدرو نیست، چون در بیدرو ما گفتیم که کیو باید چی باشه؟ صفر باشه. پس این مایعی که داخل لوله های یخچال داره اینجوری میچرخه، آروم آروم چیکار میکنه؟ به مایع به گاز تبدیل میشه. وقتی به گاز تبدیل میشه گرما میگیره، گرمای داخل یخچال رو میگیره، حالا میشه گازی با دمای بالا، میاد بچه ها داخل کمپرسور، داخل کمپرسور وقتی اینو فشار میدیم اون گرمایی که اونجا گرفته رو میده بیرون، پشت یخچال گرما رو از دست میده، به مایع تبدیل میشه و این چرخه چیکار میکنه؟ ادامه پیدا میکنه. شما برای یخچال بچه رابطه نداری. قانون دوم ترمودینامیکی هم که اینو میگه، میگه که آقا در هر ماشینه، یعنی بچه نظام قدیم رابطه نداریم، بچه نظام قدیم گرما رو حساب میکردن، QC رو حساب میکردن، ضریب عمل کرده یخچال رو حساب میکردن، شما نداری. تو ما بیان دوم ترمودینامیک بیان یخچالی اینه که انتقال گرما از دمای پایین به دمای بالا خود به خود امکان پذیر نیست، حتما باید کار انجام بشه. بچه بازم اینجا نگاه کن، اینجا هم همینه، مجموع این دوتا میشه QH، پس QC به اضافه W همیشه با QH برابره. هم تو ماشین گرمایی رو نوشتی، هم تو یخچال رو نوشتی، قانون پایستگی انرژی دیگه، یه چیز کاملا مشخصی. یه ماشین گرمایی بچه درون‌سوز داریم، مثالش هم هر کنیم، یه ماشین گرمایی درون‌سوز داری، در هر چرخه انقدر گرما از سوختن دریافت میکنه، بچه دریافت میکنه، همون QHته. QH چقدر؟ 8 کیلو جوله. 2 کیلو جول کار تحویل میده، گرمای حاصل انقدر میشه. آقا بازده ماشین از من خواسته، قسمت اول بازده ماشین میشه W تقسیم بر QH، بچه میشه چقدر؟ 2/8 ضرب در 100 کنی میشه 1/4، میشه 25%. پس بازده این ماشین 25%. گفته با آرمانی بودن ماشین، با فرض این که فرض کنیم ماشین آرمانی، یعنی استکاکینا نداشته باشه، گرمای تلف شده در هر چرخه چقدره؟ بچه گرمای تلف شده همون QL، همون گرمایی که محیط دمای پایین میده. ما یه دما پایین داریم، یه دما بالا داریم. ماشین گرمای و یخچال بین این دوتا کار میکنه. تو ماشین گرمایی از دمای بالا گرما رو میگیره، QH رو میده، میگیره مقدار کار انجام میده، بقیهش رو به محیط بیرون پس میده، اون دمای گرمای تلف شده است. پس بچه QH من
برابر با W به اضافه QL. حالا کتابت نوشته. حالا اینجا قدر برای اینکه معلمت شاید نمره کم کنه قدر مطلق رو بذار. ولی اصلا دیگه نیازی نیست. اینا همش مثبته دیگه. این دوتا رو اصلا کم میکنم. پس QL من میشه بچه QH چند بود؟ 8 منهای 2 میشه چقدر؟ 6 کیلو جول. این انرژی تلف شده ماست. خب بچه سوخت هر چرخه رو از من خواسته. بچه یه لحظه نگاه کنی. آیا اینقدر ما گرما نمیگیری؟ خب گفته سوخت من هر گرم من اینقدر سوخت میده. آقا این وقتی بهت میگه جول بر گرم اینو چندین بار گفتم. آقا مخرج یعنی واحد. یعنی هر یه گرم سوختت اینقدر گرما میده. مخرج همیشه واحد شده جول بر گرم. یعنی هر یه گرمت اینقدر بهت انرژی میده. شما چقدر انرژی داری؟ اینقدر. بچه یه تناسب ساده میبنده دیگه. یه اینو اصلا به این تقسیم چیز کاملا مشخصیه. آقا هر یه گرمت چقدر بهت انرژی میده؟ 5 ضرب در 10 به توان 4. چند گرم بسوزونی تا 8 ضرب در 10 به توان 3 بهت بده؟ اوکی شد؟ هر یه گرم سوخت اینقدر بهت انرژی میده. چقدر انرژی چند گرم بسوزونم تا اینقدر به من گرما بده؟ پس بچه ام من برابر میشه با 8 ضرب در 10 به توان 3 تقسیم بر 5 ضرب در 10 به توان 4. 8 تقسیم بر 5 میشه 1.6 ضرب در 10 به توان منفی 1 بچه میشه 16 صدم گرم. این ماشین من در هر چرخه 16 صدم گرم سوخت میسوزونه. حالا نوع سوختش بنزین گازوئیل باشکاری ندارم. خب بچه توان از من خواسته، درسته؟ خب توان من این در هر چرخه اینقدره، در هر ثانیه 40 تا چرخه انجام میده. بچه توان میشه مقدار کار انجام شده در واحد زمان. توان اینجا بنویسیم، توان برابر با W به روی T، درسته یا نه؟ آقا این در هر چرخه چقدر کار انجام میده؟ 2 کیلو جول. در هر سال چند تا چرخه انجام داده؟ 40. پس بچه ها میشه 2 ضرب در 40 در هر ثانیه میشه چقدر؟ 80 کیلووات. این میشه توان ماشینه. جول بر ثانیه میشه وات. توان وقتی ازت میخواد باید جول و انرژی رو تقسیم بر زمان کنی. این در هر چرخه چقدر؟ در هر سال چند تا چرخه انجام داده؟ 40 تا. در هر چرخه اینقدر کار بهت داده. هر چرخه 20 تا باشه 40 تا چرخه میشه 80 تا. در چند ثانیه؟ 1 ثانیه. میشه 80 کیلو وات. یک ماشین گرمایی آرمانی داری، در هر چرخه اینقدر گرما از منبع دما بالا میگیره، اینقدر گرما به محیط بیرون میده، بازده این ماشین چقدره؟ خب بچه ها گفتیم نگاه کن، بازده ماشین مگه W به روی QH نیست؟ W رو چی میتونی بنویسی؟ QH منهای QL. تقسیم برای بچه QH کنی میشه 1 منهای QL به روی QH. میتونی از این بری یا میتونی مستمین تا رو اصلا کم کنی، W به دست بیا. هر کدوم راحتی، جفتشو واسط نوشتم. ها این دوتا اصلا کم بشه میشه W دیگه. من بازده این ماشین 40%ه. نگاه کن اصلا حل کردن نمیخواد. 100 جول دادی 60 جولش تلف شده. پس 40 جول بهت کار انجام داده. 40 تقسیم بر 100 میشه 40%. اوکیه. حالا تو این رابطه اگه خواستی قرار بدی، بازده میشه 40 تقسیم بر 100. تو این رابطه خواستی انجام بدی، 1 منهای 60 صدم میشه چقدر؟ 14. اینم 14، اینم 14. ضرب در 100 میکنه میشه 40%. پس فرقی نمیکنه از کدوم رابطه بری. اگر هر چرخه 5 جول باشه، توان 5 ثانیه باشه، توان پی مساوی با W به روی T. W رو چند در آوردن؟ W رو در آوردن 40. اینو از کدوم رابطه نوشتم؟ از این رابطه، درسته؟ آقا W من 40ه. چرا؟ مگه این دوتا نباید از هم کم بشه؟ مجموع QL و W QHه. QH من 100ه. این 60ه. پس اون چقدره؟ 40. 40. جول تبدیل واحد هم نمیخواد. تقسیم بر 5 میشه چقدر؟ 8 وات.
اوکی شد، توان خروجی بچه ها 8 واته. یک ماشین بخار آرمانی داریم، انقدر گرما از میگیره، انقدر گرما از دست میده، کار انجام شد، بازم بچه این دوتا رو از هم کم میکنی، QH برابر با W به اضافه QL، حالا قدر مطلقش رو بذار واسه معلمت، ولی نیازی نیست تو آزمونات بذاری. خب W من برابر این دوتا باید از هم کم بشه، درسته یا نه؟ 3 منهای 1.8 ضرب در 10 به توان 10 میشه 1.2 ضرب در 10 به توان 10 جول. این میشه کار انجام شده. بازم بازده ازت خواسته، بچه میشه W به روی Q. بچه اینا دیگه ماشین گرما دیگه خیلی راحته دیگه. می نویسی چقدر؟ 1.2 تقسیم بر 3 میشه 0.4 ضرب در 100 میکنی، بازم میشود 40%. یه ما یخچال داری در هر چرخه با مصرف انقدر انرژی الکتریکی. آقا این همون کار است. یه لحظه نگاه کنید، این دمای پایین، این منبع سرد داخل یخچاله، این منبع گرم دمای بیرونه. این ماشین من میخواد از اینجا گرما بگیره، یخچال من از اینجا گرما رو بگیره بده پشتش، کار انجام میشه. بچه این کار انجام شده یا همون انرژی مصرفیت ها، دقت کن. خب با مصرف اینقدر انرژی، اینقدر از داخل یخچال میگیره، خب چقدر گرما به فضای بیرون میده. خب تمام شد دیگه، QH ما اینجا توی یخچال فقط اینو میده، اینو باید منفی بذاری. ولی گفتن چون شما قدر مطلق حل میکنی نیازی به اینا نیست، به اضافه W 2000 به اضافه 8000 میشه چقدر؟ 10000 جول. خب سوال 27 گفته شکل روبروی نمودار پیوی دارم. بچه نمودار پیوی پاد ساعت کرده، گفتم ساعت کرد ماشین گرمایی پاد ساعت کرد یخچال، حواست باش. حالا اینجا بهت گفته آیا یخچال فرضی بهت داده. خب سه پرسش بعدی رو جواب بده، در کدام مرحله از منبع سرد گرما میگیره؟ خب بچه از منبع سرد داره گرما میگیره، کی یخ گفتیم گرما میگیره؟ داخل یخچال چی بشه؟ این مایع منبسط بشه، اینجاست انبساط، درسته؟ بچه این میشه چی؟ فرایند چی؟ بس. در فرایند بسه بچه چی داریم اینجا؟ اینجا انبساط داریم. وقتی گاز داره منبسط میشه گرما رو میگیره، مایع به گاز میخواد تبدیل شه. داخل یخچال مایع وقتی به گاز میخواد تبدیل بشه گرما میگیره، درسته؟ گرماگیره دیگه، فرایند گرماگیره. اگر مساحت چرخه 2 کیلوژول باشه، بچه نمودار پیویه، نمودار پیوی مساحت داخل W، درسته؟ گرمایی که به محیط بیرون میده، اینجا فقط خواهشن دقت کن، محیط بیرون تو ماشین گرمای QL، محیط بیرون تو یخچال QH. فهمیدی چی شد؟ داخل ماشین بنزین میسوزه، مقدار کار انجام میده، بقیه رو میده بیرون. این دوتا اصطلاح رو دقت کن، تو ماشین گرمایی محیط بیرون QC یا همون QL به محیط دمای سرد گرما رو میگیره، گرما رو بقیه گرما رو به بیرون میده، این همون QL یا QC است. تو یخچال برعکسه، از تو میگیره میده بیرون، این QH. خواهشم فقط اینو دقت کن. خب در هر چقدر چقدر از منبع سرد گرفته، پس بازم QH من میشه W به اضافه QL. اوکی شد؟ خب حالا این کتابتون رو باید این بنویسیم، این میشه 8، این میشه 2، اینم بچه ها میشه QL. چقدر میگیره؟ 6 کیلو ژول. اول اینم چرخه که گرفته. موتور یخچالت در هر دقیقه انقدر کار انجام میده، در همان مدت به فضای بیرون میده. به دو سوال بعدی پاسخ بدید، چقدر از یخچال گرفته؟ خب بچه اینطور از هم کم میکنید، 12 42 منهای 12 این سوال بالایی میشه 42 منهای 12، یه 10 به توان 3 هم که داری میشه چقدر؟ 30 ضرب در 10 به توان 3. اوکی شد؟ تا
توان موتور چقدره؟ خب توان موتور برابر با W به روی T. W چقدره؟ 12 ضرب در دب توان 3 در هر دقیقه میشه چقدر بچه؟ این با این ساده میشه، میشه 2 ضرب در دب توان 2 میشه چقدر؟ 200 وات. توان موتور یخچال شما 200 وات و تمام. خب بچه ترمودینامیک شما را به طور کامل در حد امتحان پایانی و بیشتر از اون، خیلی بیشتر از اون بهت گفتم، مثلا شده که خیلی راحت میتونستی حل کنی. مثلا ما اونجا توی جزوه اگه نگاه کنی راجب تغییر و تحولات زیاد با هم صحبت کردیم که یه دیدی از اینا داشته باشی که برای کنکورت و درس بعدی که سال بعد اگه 11 سال بعد میخوای کنکور بدی تو ذهنت بمونه. حالا بعضی از بچه ها این دیدم که 12 هم که فصل رو مشکل داشتن برگشتن اینجا هم یه نگاه میکنن. حالا بچه ها فهم نمیکنه، شما برای امتحان خرداد، چون این طرح 20 برای امتحان خرداد دیگه هیچ مشکلی نداری. مطمئن باش این فصل 5 فصلی که بهت درس دادم به طور کامل گفته شده. فقط شما خواهشن گفتم که یه بار دیگه این تمرین رو برای خودت حل کن. متن کتابو که حتما باید خونده بوده باشی، مثلا کتابو فقط حل کن. فقط بچه ببینی که فقط عددا این ور اون ور شده، هیچ فرق نمیکنه. همه اینا رو من اینجا واسه توضیح دادم. مطمئن باش نتیجه خیلی خیلی خوبی خواهی گرفت. برای قسمت های بعدی، امتحان خرداد که تموم شد، اگر خواستی برای کنکور شرکت کنی حتما فیلم های بعدی ما رو نگاه کن. خیلی کامل تر از اینا برات گفتم. فیزیک واسط خیلی ساده میشه، خیلی خیلی راحت میتونی نتیجه بگیری. بچه عزیز دوستتون داریم، همیشه در کنار شما هستیم، نگران نباشین. شما اگر این فیلم ها رو نگاه کنی، بازم تاکید میکنم هیچ نگرانی از فیزیک نخواهید داشت. آقا این تجربه نشون داده، آقا بچه های ما سالهای قبل هم همینطوری بودن، فیزیکشون نسبت به درسای دیگه همیشه بالاتر بوده. درست شد؟ خب فعلا شما رو به خدای بزرگ میسپرم. امتحان خردادت انشالله نتیجه خیلی خیلی خوب بگیری. بهترین رو برات آرزو میکنم. خدا نگهدارتون. واسه این کار زاده شدم من، این بار آماده شدم من، واسه این کار ساخته شدم من، بی تو بی تو.